بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی، و این برنامه ایست علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره مشکلات اجتماعی و روانی هستش. اریک فروم، یکی از دانشمندان روانشناس، معتقده که احساس آزادی و احساس امنیت و شادمان زیستن با یکدیگر رابطه معکوس دارند. به این معنی که وقتی کسی در خودش احساس عدم امنیت کنه، بعد سعی میکنه که یک مکان امن یا موقعیتی مطمئن داشته باشه که در اون نگرانی و دلهوره نباشه و بتونه شاد زندگی کنه. در اون موقع هزینه‌ای که برای به دست آوردن این امنیت و شادمان زندگی کردن می‌پردازه، همون آزادی خواهد بود. حالا با شنیدن صحبت‌های اریک فروم، این سوال برای ما پیش میاد که خب چه باید کرد؟ مگه میشه که نگرانی و دلهوره وجود نداشته باشه؟ چطور میتونیم نگرانی‌ها رو در بهترین حالت مهار کنیم تا در یک جامعه آزاد احساس آزادی کنیم و بتونیم لذت ببریم از زندگی؟ و مشکلات و نگرانی‌های یک جامعه چی هستن؟ حالا طبیعتاً اگر بخوایم به مشکلات اجتماعی یک جامعه بپردازیم، باید اینو بدونیم که در یک جامعه همه مشکلات مثل زنجیر به هم متصلن. بنابراین وقتی ما از آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، در واقع صحبت از زنجیرهایی هست که دچار اختلال‌های فراوان شدن. و یکی از مهمترین بندهای این زنجیر مشکلات اقتصادی هستند که با خودشون بیکاری، از هم پاشیدگی خانواده، طلاق و اعتیاد به بار میارن. بیکاری، طلاق و اعتیاد سه تا از مهمترین آسیب‌های اجتماعی هستند که در زیر چتر مشکلات اقتصادی با خودشون فقر و گرسنگی میارن. حالا در رابطه با این موضوع صحبت من امروز، دوست عزیزی که خودشونو اهل قلم و فلسفه میدونن و به نظر میرسه که از روحانیون و مذهبیون باشن، در برنامه هفته گذشته من در مورد نکته‌ای که در برنامه پیش گفته بودم نظری دادن که چون جالبه من نامه ایشون رو براتون میخونم. ایشون در بالای صفحه یک سوره از قرآن هستش به نام هو الحق، بعدش اللهم شرفنا به شرافت القرآن، و بعد اینطوری نوشتن: دکتر مهرنگ خزایی در برنامه آموزشی علمی خودشون گفتن سعی کنید که از زندگی لذت ببرید و ناراحتی ها رو از خودتون دور کنید و برای رسیدن به آرامش از همه چی لذت ببرید. گویی مشاورالعلیه برای همون 1% نسخه میپیچن و برای 99% ناتوان و مستسهل طرح و برنامه‌ای ندارن. یک فرد وابجدان و وارسته چطور میتونه در کنار خودش مرگ گرسنه‌ها و کشته شدن مردم بینوا رو مشاهده کنه و سپس بتونه از زندگی لذت ببره؟ مگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستن؟ بهترین شیوه درمان ناگواری‌های روانی لذت جویی نیست، بلکه ایجاد این حس و این فکر در خود است که بخواهد آخرین فردی در جهان باشد که به سعادت میرسد. چرا؟ زیرا دیگر در کنار او بدبخت، نیازمند و بیچاره‌ای نخواهند ماند و این سعادت واقعی است. و بعد ایشون یک شعری هم از سعدی گفتن که گفته: همه میرد عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. خب من خیلی تشکر میکنم از این بیننده عزیز که با این دقت نظرشون رو در مورد مطالبی که من در برنامه راجب استرس های زندگی گفتم بیان کردن. حالا پاسخ من به ایشون این هستش که ببینید، بشر همیشه یا قربانی قحطی و خوشسالی و بلاهای آسمانی و طبیعی بوده یا قربانی جنگ ها. حداقل در همین یک قرن اخیر میلیون ها نفر در جنگ های جهانی اول و دوم کشته شدن و بعد از اونم جنگ های بزرگی مثل جنگ خلیج فارس، جنگ ایران و عراق، جنگ با طالبان، داعش در سراسر جهان وجود داشته که حاصل اون افراد گرسنه و فقیر و جنگ زده هستند. و همینطور بلاهای طبیعی مثل سونامی ژاپن، جزایر کارائیب که اصلا یک شهر نابود شده.
بنابراین در جهان همیشه گرسنگی و فقر و کشتار وجود داشته. آیا در چنین جهانی انسان با دیدگاهی که شما دوست عزیز دارید باید همیشه در غم و عزا زندگی کنه؟ اگر قرار آدم ها مشکل های زندگی خودشون رو داشته باشن و در عین حال از فقر و گرسنگی دیگر ها هم عذاب بکشن و به خودشون رنج بدن، خب این چه زندگی سیاهی خواهد بود؟ با استدلال شما دوست عزیز که میگید که یک فرد با وجدان و وارسته چطور میتونه در کنار خودش مرگ گرسنه ها و کشته شدن مردم بینوا رو ببینه و بعد بتونه از زندگیش لذت ببره؟ آیا منظور شما گرسنه ها در جهانه یا گرسنه ها در ایران؟ اگر منظور شما گرسنه ها در جهان باشه که قرآن میگه که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، وقتی که ما در کشور خودمون افراد بینوا و گرسنه زیاد داریم، چرا راه دور بریم و نگران گرسنه ها و جنگ زده های جهان باشیم؟ آیا بهتر نیست که ما این توصیه و خیرخواهی رو به گرسنه ها بینوه های مردم خودمون بکنیم؟ به اون بیچاره هایی که گورخوابی میکنن، در سرمای زمستون آشیانه ندارن، فقیر و معتادن؟ به قول شما دوست عزیز، مگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستن؟ یک فرد با وجدان وقتی میبینه گرسنه‌ای در همسایگیش هست سعی میکنه که به اون کمک کنه. یک فرد با وجدان وقتی میبینه که یک خانمانی بی خانمانی که از روی ناچاری در گور میخوابه چون خونه نداره سعی میکنه براش آشیانه درست کنه. دوست عزیز، شما با این دیدگاهتون جز هدیه کردن عذاب و مصیبت چه چیزی برای مردم دارید؟ اگر قرار من به مردم بگم که چون گرسنه در دنیا زیاده کسی حق شادی زندگی کردن رو نداره، که دنیای بسیار تلخی خواهد بود، چون زندگی با چالش های خودش برای بعضی ها تلخی ها و سختی هاشو داره. پس اگر ما بگیم که شما بیاید قصه گرسنگان جهانم بخورید، خب این خیلی زندگی دردناکی خواهد بود. سورن کیرکگارد، یکی از فیلسوفان دانمارکی، میگه بزرگترین انتقامی که میتونی در زندگی که رنج هست بگیری این هست که شاد زندگی کنی. مؤسسه گالوب یک گزارشی مبنی بر بررسی وضعیت خوشنودی و خوشحالی در 138 کشور منتشر کرده و سوریه و عراق غمگین ترین کشورهای جهان هست و بعد از اون کشور ایران، مصر، یونان معرفی شدن. حالا اون چه گالوب در این نظرسنجی راجع به ایران داده، اون به خاطر اینکه توسط مردم ایران لمس شده و این یک واقعیت هستش که مردم ایران شاد نیستن. بنابراین حالا ما بیایم به مردمی که شاد نیستن بازم اونها رو به غم دعوت کنیم، چون در جهان گرسنه و فقیر و بینوا هست، شما بیاید پس قصه اونا رو هم بیان بخورن. حالا امروز محققان جامعه شناس به این باورن که هر قدر در جامعه مردم شادتر باشن، توان بیشتری برای تلاش و حرکت به جلو دارن و نگاه خوشبینانه و رضایت و امید بیشتری از زندگی پیدا می کنن و شادی همیشه یکی از عنصرهای مهم زندگیه. باعث میشه که آدم احساس بهتری کنه نسبت به زندگی و کیفیت زندگی رو بالا میبره. به همین دلیل نبودن شادی برای یه جامعه عوارض داره، چون افرادی که شاد نباشن بی انگیزه میشن، به سمت پوچگرایی میرن، حتی اونقدر انگیزه ندارن که صبح از خود جا بلند شن و بخوان برن سر کار، افسردگی اونها رو میگیره. و بنابراین آدمی هایی که به این مرحله میرسن ممکنه به سوی اعتیاد برن. بنابراین اگر که کسی از زندگیش لذت نبره، حتی ممکنه که مرتکب جنایت بشه. البته من دوست عزیز با این قسمت اول نامتون یه خورده موافق هستم که گفتید بهترین شیوه درمان ناگواری های روانی لذت جویی نیست، بلکه ایجاد این حس و این فکر در خودتونه که بتونید به عنوان یک انسان به یک شرفمند هم نوع خودتون کمک کنید. چون احساس همدردی و کمک
به هم نوع در انسان همیشه باعث به وجود اومدن یک نوع آرامش و لذت درونی میشه که همون کسی که کمک میکنه و همون کسی که کمک میگیره لذت میبره. مگر بنی آدم اعضای یک دیگر نیستن؟ خب حالا اون شعری هم که بیننده عزیزمون در آخر نامشون گفتن هم که گفتن که همی میردد عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. من نمیدونم منظور این بیننده عزیز از این شعر چی هست، ولی حقیقت اینه که این بیت شعر حال خیلی از آدم هاست. خیلی از آدم ها، خیلی از ماها همینی، یعنی اون عیسای درونمون، روحمون، روانمون از نحیفی و لاغری داره میمیره، ولی ما هیچ توجهی نداریم، از کنار اون ساده میگذریم. شاید بهتر باشه که روح و روان خودمون رو بهش بیشتر اهمیت بدیم و اون رو از اون آسیب‌های مخرب کننده حفظ کنیم. به هر حال بیننده عزیز خیلی تشکر میکنم که نظرتون رو بیان کردید. امیدوارم که باز هم نظرات بیشتری از شما بشنوم. خب حالا برگردیم به بحث امروز درباره مشکلات اجتماعی و روانی. حالا طبیعتاً اگر بخوایم به مشکلات اجتماعی یک جامعه بپردازیم، همونطور که در اول برنامه گفتم، اونها مثل یک زنجیر به هم متصلن. بنابراین وقتی ما از آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، همونطور که گفتم، در واقع صحبت از اون زنجیرها هستن که دچار اختلال شدن. حالا یکی از بندهای این زنجیرها که در اول برنامه هم اشاره کردم، بیکاری، طلاق و اعتیاد هست، یکی از ستا که حالا من درباره هر کدوم از اینا دونه دونه برای شما یک به یک اونها رو توضیح میدم. وقتی اقتصاد یک جامعه درش تزلزل پیدا میکنه، بیکاری به وجود میاد. بعد به بحران بیکاری همیشه یکی از بزرگترین مشکلات یک جامعه است که به همراه خودش یک پیامدهای ناخوشایندی رو برای خانواده ها و اون فرد بیکار میاره. حالا مشکلهایی از قبیل فقر، مشکلات روحی روانی، مشکل در ارتباطات خانوادگی، دعوا، خلافکاری، پایین اومدن ارزش‌های خانواده، اعتیاد و طلاق هستش که فرد بیکار و خانواده‌اش با اون دست به گریبون میشن. حالا این مشکلات باعث میشه که درون خانواده با ناهماهنگی و عدم ثبات روبرو بشه و وابستگی بین خانواده کم میشه. بیکاری باعث میشه که فرد بیکار زندگیشو به هیچ بشماره. چرا؟ چون هیچ انگیزه‌ای برای گذراندن زندگی و شب و روزشو نداره و افرادی که همه تلاش خودشونو میکنن که زندگی بهتر داشته باشن، وقتی با مشکل بیکاری مواجه میشن، دیگه زندگی و آینده براشون بی اهمیت میشه و در واقع خودشونو به یک سرنوشتی میسپارن که هیچ چیز در اون معلوم نیست. حالا براتون یه مثال میزنم. فرض کنید که مردی که سرپرست یک خانواده 4 نفره هست بیکار بشه. خب اون باید برای تهیه مایحتاج روزانه زندگی خودش رو به آب و آتش بزنه. این به آب و آتش زدن ممکنه مشکلات بیشماری رو در زندگی اون ایجاد کنه. مشکلاتی که اون فرد نمیتونه باش کنار بیاد. اما خب چاره ای نیست. همین واژه چاره ای نیست میتونه آبی روی آتش وجدان اون فرد باشه و اون بیاد دست به کارهای خلاف بزنه، دزدی کنه، قاچاق کنه که بتونه اون خانوادهش رو حفظ کنه، یعنی خانواده‌ای که از درون داره پاشیده میشه. بنابراین اون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره و همون باعث میشه که خودش رو رها کنه، خودش رو رها میکنه از بند اتفاقاتی که باعث میشه که پایبندی خانوادهش رو نگه داره. بنابراین راه چاره اینه که با محکم کردن پایه‌های اقتصادی یک جامعه این امکان درست کردنش هستش. چون جامعه‌ای که بحران بیکاری خودش رو بتونه حل کنه، مسلماً در مهمترین مشکل خودش تونسته با سربلندی بیرون بیاد و این ارزش خیلی بزرگی برای یک جامعه هست.
بنابراین جامعه سالم یک مجموعه ای از خانواده های سالم. چرا؟ چون خانواده تنها یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه کانون رشد و پرورش انسان هاست. امروز در ایران آمار طلاق بسیار بالاست، چه طلاق های قانونی، چه طلاق های خاموش یا عاطفی. امروز آمار طلاق خاموش در کشور ما از طلاق قانونی بیشتره، که خودش به تنهایی یک آسیب اجتماعیه. در طلاق خاموش زن و شوهر با هم بیگانن، از هم دورن، فقط به خاطر بچه ها در زیر یک سقف زندگی میکنن، به نیازها و خواسته های همدیگه اهمیت نمیدن، یه طوری که انگار زن و شوهر یه دیگر رو میبینن ولی صدای همو نمیشنون. بعد دعوا زیاده، خشم های درونی میاد، تبدیل میشه به پرت کردن اشیا، بلند کردن صدا، توهین، تحقیر، و بعد از این مرحله یک سکوتی بین زن و شوهر هاست و اون این هستش که مثل دو بیگانه از بغل هم میشنون و هر کدوم صدای همو نمیشنون. دو دنیای، هر کدوم دنیای خودشون دارن، به طرف مقابل اهمیتی نمیدن و بعد چاره ای نیست، چون نمیتونن هم از هم جدا بشن به خاطر بچه ها. در این خانواده ها افراد نسبت به خونه خودشون حسی که باید داشته باشن رو ندارن. بعد همه افراد خانواده به یه نحوی میخوان یک زمان کمتری رو در خونه باشن، چون سرد خونه، بیروح، سکوت هست، شور و نشاط در اون نیست و این جب باعث میشه که بچه ها فرار کنن و بعد هیچ احساس امنیت و آرامش ندارن و تمایل دارن وقت خودشونو از خونه، بیرون از خونه با دوستاشون بگذرونن و بعد اون جامعه ناامنم میاد و اینها بهترین طعمه هستن که به طرف مواد مخدر، ارتباطهای ناسالم میرن که هم به خودشون آسیب وارد میکنن هم به جامعه، و بعضی هاشون هم توی افسردگی فرو میرن و چنین بچه هایی برای آینده خودشون و هیچ آیندهی برای خودشون آینده روشنی نخواهند دید. و بعد مواد مخدر هسته و مشکل معتادان که یکی دیگه از مشکلات و آسیب های اجتماعیه. بنابراین وقتی درباره مواد مخدر ما حرف میزنیم، در واقع درباره یکی دیگه از همون زنجیرهای آسیب دیده اجتماعی صحبت میکنیم و ما همه میدونیم که تاثیر مواد مخدر چقدر میتونه به روی فقر، طلاق، خشونت‌های خانوادگی، فرار، بزهکاری باشه. و امروز محققان باور دارن که اعتیاد یک پدیده خانمانسوز و بحران مواد مخدر یکی از بحران‌های بسیار جدی در هر کشوری میتونه باشه. بنابراین ملاحظه میکنید که در کشور خودمون ایران چه مشکلاتی هست که عوارض زیان‌آور فرهنگی، اجتماعی و معنوی به همراه خودش داره و ما به عنوان یک انسان باید از اول از خونه خودمون شروع کنیم. باید به فکر راه‌های اساسی و درمان مشکلات و بیماری‌های اجتماعی باشیم. مشکلات و بیماری‌هایی که باعث میشه که مردم کشور ما همیشه دم از نارضایتی بزنن. خب بینندگان عزیز، حالا به یک آهنگ بسیار زیبا که من براتون انتخاب کردم گوش میکنیم و بعد من درباره مشکلات زندگی که توضیحات بیشتری خواهم داد. پس با ما باشین. بینم روی ماهه
گشت سجدگاه من، ماه من، کعبه رویم، دل شده اسیر دام خم و تابگی سویم. بنشین یکدم که به لب آمد جان عزیزم از انتظارت، قهر و جدایی بس کن که بسته ی دامم و مرغ دلشو چه کارد. بحر تو می سوزد دل ولی تو نداری زهاد زارم خبری، آه جگر سوزم را به دل تو زیبازه چه نبت تذری. بیا بر من بیا و ببین که آمده بی تو چه به سر من، محفکر من سیمین بر من، بیا و ببین تو چشم تر من جان. بوت دیرین جان، شب پیشین جان، که به خوابم ماهی آمد جان، شده آقا جان دلم ای ما جان، که تو پیشم خواهی آمد جان. گذری کن جان، نظری کن جان، چه خوشم دام و شیرینی جان. دل ما را جان، تو دل آرا جان، ز وفاد تسکینی زارم. فقان کم کن تو عشق از دیدگان، کم کن غم و ناله ز جان، کم کن وای چه ناله ها که از دل براحت نمودم من. بهره از آن به عمرم به جز غم ندیدم من. مرا کشته نگاه تو، نشینم چشم راه تو، که بینم سجدگاه من، ماه من، کعبه رویم، دل شده اسیر دام خم و تابگی سو. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشین. حالا برگردیم به مشکلات اجتماعی و روانی. همونطور که در قسمت اول برنامه توضیح دادم درباره فقر، محققان به این باورن که فقر در واقع مادر تمام آسیب‌های اجتماعی هست. فقر با بسیاری مسائل مثل ضعف در سلامتی، افزایش مرگ و میر، بیماری‌های روانی، شکست تحصیلی، جرم و مصرف مواد مخدر رابطه داره. حالا هرچند که خود فرق به طور کلی یک مشکل و آسیب اجتماعیه، اما این به این معناست که تمام افرادی که زیر خط فرق زندگی میکنن یک نابسامانی ها و مشکلات بسیاری دارن که هم برای خودشون آسیب زاست و هم برای اجتماع مسئله سازه. چون افراد بی خانمان که به خاطر فقر در خیابون‌ها سرگردون هستند یکی از آسیب‌های جدی یک جامعه هست. معتادین یک گروهی از این افراد رو تشکیل میدن که معمولاً مراحل عمیق اعتیاد خودشون رو میان در خیابون‌ها میگذرونن. گروه دیگه اون کودکان خیابونی، دخترها و زنهایی هستند که با بی خانمانی به انحرافات جنسی مبتلا میشن و بعد بسته به اون مکان جغرافیایی، محله فقیرنشین شهر هست و پارک هایی که تبدیل میشن به مکان این کودکان و زنهای خیابونی و معتادان که سرچشمه بسیاری مشکلات فردی از خانواده بنابراین هست و اجتماع و دیگه اون ناامیدی و حس عدم امنیت که میتونه همونطور که گفتم کیفیت زندگی رو پایین بیاره و این یه چیزی هستش که افراد به اون توجه نمی کنن و هر روز بیش از بیش به روی سلامتی اونها اثر میگذاره. حالا اگر در جامعه این نهادهای مشخصی برای حمایت از این افراد باشه تا بتونن
راه‌های مورد نیاز رو برشون فراهم کنن میتونه از بروز این آسیب‌ها اجتماعی در امان باشه. خب بینندگان عزیز، این یک چکیده‌ای بود از مشکلات اجتماعی و روانی که تأثیرات ناخوشایندی به روی کیفیت زندگی انسان‌ها داره. بنابراین همونطور که همیشه میگم، حوادث گوناگون زندگی نیست که در به هم زدن روحیه ما تأثیر داره، بلکه بیشتر اون واکنش های زندگی ما در مقابل حوادثه که در رفتار ما تأثیر داره و ما با فکر هست که میتونیم احساسات خودمون رو عوض کنیم به شرطی که مثبت باشه. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. شما میتونین برنامه ها رو از یوتیوب، فیسبوک من و سایت پژوهش سرای دانش نوین بخونی، ببینید، مقاله ها رو بخونید و دانشتون زیاد بشه. و من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی برای شما آرزو دارم.